بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مردم نازنینم. گفتم یه لایو یهویی واسه تون برگزار کنم و دقایقی با شما مردم نازنین گفتگو کنم. ساعت 12:20 شب و خیلی خوشحالم از این که میتونم با شما مردم نازنین صحبت کنم و یه چند دقیقه با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. سلام به روی ماه همتون. سلام 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 به روی ماهتون. عاشقتونم. شما فوق‌العاده اید و خیلی خوشحالم از این که میتونم امشب باهاتون گفتگو کنم. مرسی. سلام 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 به روی ماهتون. سلام به روی ماه همه تون. اونی که گفت اولین نفرم دمش گرم. خب سلام سلام. ساعت 12:20 و الان نزدیک 300 نفر از مردم نازنین. مرسی مرسی که یهویی هم خبر میدیم، یهویی هم میایم و شما همیشه هستید، شما همیشه هستید. دم شما گرم، دم شما خیلی خیلی گرم و خیلی عزیزی. مرسده عزیز، هادی عزیز، حمزه عزیز، ماری عزیز. استاد دیگه منو دوست نداری؟ عزیزی دین چرفیه. همه شما مردم برام خیلی خیلی عزیزید، خیلی خیلی دوستتون دارم و فوق العاده اید. فقط یه سوالی، پریشب من لایف گذاشتم سرعت اینترنت درست نبود، الان سرعت اینترنت درسته؟ سرعت اینترنت درسته؟ من دارم کامنتاتون رو میخونم. اصلا حالتون چطور استاد؟ بی نظیرم. اصلا خیلی حالم خوبه. سلام استاد جان، چطوری؟ کرونا بهتر شد؟ دو روز پیش اومدم، فکر کنم دیروز اومدم تست، جواب تستم رو گذاشتم و خدا رو شکر جواب تستم منفی شد. اگر ما باورهای قوی داشته باشیم، اگر امید به زندگی داشته باشیم، اگر برنامه برای آینده زندگیمون داشته باشیم، اگر زندگیمون هدف و معنایی داشته باشه، سیستم ایمنی ما قوی میشه و هیچ اتفاقی نمیتونه ما رو از پا در بیاره. استاد از شلوارکت چه خبر؟ کجاست؟ الان خونم، اتفاقا با شلوارکم هم هستم دیگه. بالا تنه رو درست کردم، ساعت اومدم دست کردم، انگشتره و دستبند، ولی پایین تنه آره. خب عاشقتونم، عاشقتونم. همه تون خیلی عزیزید، خیلی خوبید. استاد تو زبان ترکی میگن الله ساعتی بدن ورسین، نمیدونم یعنی چی ولی دمتون گرم. دم شما گرم. خب عزیزانم، یه چند دقیقه باهاتون هستم، یه چند دقیقه میخوام گفتگو کنم. عمدن زمانی که این طرح سیانت و از این حرفا اومده بود و هم اومدن لایف گذاشتن، من لایف نذاشتم به خاطر اینکه میدونستم که نباید مردم نازنین رو بیشتر از این درگیر کنم. میدونستم اگر یک لایوی بذارم، یک پستی بذارم، چندین برابر ویو میخوره، چندین برابر فالوور اضافه میشه، ولی آرامش شما مردم نازنین از همه چی واسه هم مهمتره. پایین تنه رو ببینیم. نگو. عزیزید قربونتون برم، خیلی عشقید همتون. مرسی که 2100 نفر از مردم نازنین با من یهویی اومدم. ساعت 12:20 شب، ولی شما همیشه این حضور گسترده رو دارید. من بهتون چی بگم؟ فقط میتونم ازتون تشکر کنم. ببینید انگشترم به میز میخوره. فقط میتونم تشکر کنم و خدا قوت بهتون بگم. خب بذارید من یه چند دقیقه صحبت کنم. اون بخش پایین سمت راست یه دونه علامت سوال میبینید، اگر سوالی دارید اونجا بنویسید. اون پایین سمت راست سوالا رو بنویسید. من کامنت ها رو میبندم که سرعت اوکی باشه. چشم از سرعت خیلی ترسیده. خب من توضیح بدم، بذار اصلا کامنت هم اگر سرعت اینترنت پایین اومد شما به من بگید که سرعت اینترنت پایین اومد. بذار همینجا یه کوچولو جواب بدم. اینترنت رو که نمیشه قطع کرد، اینا جبسازیه. سرعت اینترنت درسته عزیزانم؟ سرعت اینترنت نیوشا، من الان روی روف گاردن خونم هستم، یه بخشی توی روف گاردن دارم که این شیشه های سمت
آها این شیشه‌ای سمت راست رو می‌بینی، یه فضایی که درش باز میشه بسته میشه. نیمشا روی مبل اینجا خوابیده، امروز رفته بودیم ویلا برگشتیم و یه مقدار خسته بود، جلوی تلویزیون داشتیم یک برنامه خیلی خوب رو می‌دیدیم، خوابش برد. خب سرعت اینترنت خدا رو شکر، خدا رو شکر امشب درسته. من یه کوچولو باهاتون صحبت کنم. ببینید من اصلا قبل از این که این طرح مجلس بره و از این حرفا اومدم گفتم که هیچ اتفاقی نمیافته، بنابر اطلاعاتی که داشتم که یه کوچولو هم اطلاعاتم بیشتر از اطلاعاتیه که مردم عادی در سطح جامعه دارن. من اینو جواب بدم راجع به اینترنت. خب هم موقع اومدم بهتون اومدم گفتم که اینا همش بازیه، اینا همش یه بازی نمایشیه که من اگر راجع به علتاش الان امشب صحبت کنم شاید مناسب نباشه. حالا یه بخشیشو داخل استوریا اومدم گفتم. صحبت ببینید، اصلا نمیشه که اینستا فیلتر بشه، نمیشه. زمانی که تلگرام فیلتر شد، تعداد شغلی که توی تلگرام وجود داشت یه چیزی حدود 90,000 تا بود و الان ما داخل اینستا چند میلیون تا شغل داریم و اصلا اینستا رو نمیشه مقایسه کرد با تلگرام. یعنی اونایی که این مقایسه رو میکنن معلومه که متاسفانه 99% هن. متاسفانه اون نه قطع و وصل میشه، البته بیشتر قطع. خب کامنت ها رو میبندم که درست باشه. خب ببینید، اونایی که میگن اینترنت میخواد قطع بیاد بشه، میگن مثل تلگرام مگه قطع نشد و از این حرفا، صحبتم رو اینه که اصلا اینستا قابلیت مقایسه با تلگرامو نداره. تعداد نفراتی که داخل اینستا مشغول به کار هستن به شدت بیشتره، یعنی بیش از 30-40 برابر تلگرامیه که اون زمان اومدن فیلتر کردن. همون تلگرام هم کلی سر صدا کرد، حالا اینستا چند ده برابر اونه. ببینید این یه بخش ماجرا. دومین بخش، تلگرام اصلا دیتایی مصرف نمی کرد. من دیروز اومدم یک استوری اومدم گذاشتم که بخشی از بودجه‌ای که تعیین کردم برای دولت در سال 1400 از درصدی که روی بسته‌های اینترنت گرفته میشه. اگر اینستا فیلتر بشه اینترنت زیادی دیگه مصرف نمیشه، پس چند ده هزار میلیارد تومان دولت ضرر میکنه. سومین موضوع جذابی که وجود داره، نگاه کنید، مجلس که چیزی رو نمیتونه اجرا کنه. مجلس مصوب میکنه که هنوزم مصوب نشده، چیزی که مصوب شده هنوز نهایی نیسته. امروز دکتر قالیباف هم اومدن گفتن که نهایی نیست. حالا نهایی شد میره شورای نگهبان، رفت شورای نگهبان، آیا اونجا تایید میشود؟ دیروز آقای رضایی اومد گفت که ما مخالفیم، فکر میکنید نظر شورای نگهبان خیلی فاصله داره با نظر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ ببینید متاسفانه یه سری هایی که اطلاعات ندارند، یه سری هایی که فقط دنبال شایعن، همش دنبال اینن که یک جنجالی را بندازن و به واسطه این جنجال دیده بشن. شبکه های اونورا هم که وضعیتشون معلومه، همش دوست دارن که مردم ایران رو ناامید کنن، همش دوست دارن بیان یه چیزی رو بگن که مردم عصبی بشن بریزن بیرون و از این مدلای این شکلی. خب اگر منبعتون اونور آبیان، اگر منبعتون اینور آبیان که بنده خدا ناآگاهند، خب شما به بیراهه میری. و همین دو روز ببین چه استرسی به مردم وارد شد. ولی 1% و من همون اول اومدم گفتم که اینستا فیلتر بشه نیست، شاید بیش از 20 علت وجود داره. در سطح نظام اصلا تصمیمی برای فیلتر کردن اینستا وجود نداره. منم با قدرت میگم وجود نداره. حالا یه سری ها دیروز اومدند استوری گذاشتن، صفحات بزرگ هم بودن، 1 میلیونی، 2 میلیونی، 3 میلیونی، خیلی هاشون هم خارج کشور بودن، فحش دادن که بصیری اینطور بصیری اونطور، حرف چی داره میزنه. امروز خودشون زایه شدن، دیدن که نه، اون چیزی که بصیری میواده میگفته به واقعیت نزدیکتر بوده. پس میخوام خیالتون رو راحت کنم، بهتون بگم که فیلتر شدن نیست و شما با قدرت جلو برید. چی کار داری؟ کی چی میگه؟ نها کن، اگر شما اصول رو یاد بگیری، محمد بصیری امروز اینستاش فیلتر بشه، خب فکر میکنی چرا زمان میبره که در نرم افزار جدید بیاد بالا؟ حد اکثر 2 تا 3 ماه. چون من اصول و بلدم، چون اینجا یه تعداد از عزیزان هستن که همراهی منو میکنن با بقیه جاهایی که هستم.
مگه داخل تلگرام همین الان چند ده هزار نفر تو کانال رسمی من نیستن؟ هستن. خب اینستا اگر نبود میشدن چند صد هزار نفر. میخوام بهتون بگم که مسیر اصلا بسته نیست و با قدرت میگم اصلا فیلتری در کار نیست و همه اینا شامور کلمه خوب استفاده کنم، همه اینا بازی های سیاسی. لطفاً شما مردم نازنین، لطفاً شما 1% خودتون رو درگیر این بازی های سیاسی نکنید. برید آموزش ببینید، خودتون رو رشد بدید و سعی کنید که هر روزتون بهتر از دیروزتون باشه. ساعت 38 دقیقه بامداد و 2800 نفر نمیدونم چرا موندن. اگر موندید که شلوارک منو ببینید از این خبرها، شوخی میکنم با تو. خب من برم این پایین ببینم که سوال چی داریم که یه سری از سوالات شما مردم رو جواب بدم. چقدر آدم درخواست ویدیو کال داده، من چیکار کنم این وقت شب؟ بد موقع هم هست درخواسته ویدیو. خب درخواسته ویدیو کال کار ندارم دیگه، نصف شب ویدیو کال نداشته باشیم. خب عزیزانم اینم یه توضیح بدم، کامنت ها بازا. خب استاد بهتر شده؟ آره عالیم. نکنه حتی اون زمانی هم که من کرونا داشتم اگر به استوریای من توجه میکردین حالم خوب بود. میخوام بهتون بگم ببین، امید داشتن در فرایند بهبود بیماری ها خیلی نقش داره. زمانی که شما امید، ببین من زمانی که بیماری داشتم برنامه ریزی میکردم برای کسب و کارهای دیگه هم. ببین من میدونستم که اینا اصلا آره رد میگیرم میکنم و میخواستم که رشد بدم همه چیزو. چی میخوام بهتون بگم؟ میخوام بهتون بگم که دوستان نازنینم، اگر مشکلی در زندگیتون ایجاد میشه حتما 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 باید امید داشته باشید به آینده و زمانی که یه سری اقدام انجام میدید نتایج فوق‌العاده میگیرید. این هم من یه جوابی بدم. خب نکنید اصلا شما گفتی هیچ اخباری گوش ندید، پس شما این همه اطلاعات رو از کجا میارید؟ ببین رفقای جانم، من مدرسم، چند صد هزار آدم منتظرن این به این که من راجع به چیزی نظر بدم. پس اگر اتفاقی میفته من یک تیمی دارم که خبرهایی که در جهان وجود داره و نیازه که من راجع بهش صحبت کنم و به من منتقل میکنم، ما میریم تحقیق میکنیم، اطلاعات در میاریم و بعد با مردم صحبت میکنیم. یعنی میخوام بهتون بگم منی که مدرسم گاهی وقتا مجبورم برای اینکه اطلاع رسانی درست به مردم داشته باشم یه سری از اخبار رو دنبال کنم. نه اعتقاد ندارم. مهسا اینجا، مهسا یه چیزی نوشته، استاد این مردم قدرتون رو ندونستن. من اعتقاد ندارم، من اعتقاد دارم مردمی که ما داریم بی نظیرن. من با 99% کار ندارم، با اونایی که به خانواده من فحاشی میکنن، اونایی که به مادر من، به همسر من فحاشی میکنن. من گفتم فیلتر نمیشه، مگه من چرفی اومدم زدم؟ مگه من اومدم چی اومدم گفتم؟ دیدید که من درستم اومدم گفتم. آیا شما باید عقده های اون 99% عقده های جاهای دیگه شون رو سر من، مگه من چی کار اومدم کردم؟ من که توی همه نکنی، من صفحه اینستام 7 سال خوردی صفحه اینستا دارم، برید ببینید بیش از 1500 تا پست داره صفحه اصلی من. من توی همه این 7-8 سال کنار مردم بودم، توی هر اتفاقی مثال میزنم. مثلا فلان اتفاق توی کشور افتاد، صدف بیوتی اومد چی اومد گفت؟ اومد گفت که من راجع به فلان قضیه صحبت نمی کنم. بعد مردم پرسیدن که چرا صحبت نمی کنی؟ گفت منو الان میان سراغم، منو میندازن داخل گونی میبرن و از این حرفا. اصلا راجع به خوزستان صحبت نکرد. چرا؟ چون فقط منافع خودش واسش مهمه، فقط خودش مهمه که مبادا یه سری آدم حالا اگر. ولی من توی همه اتفاق ها، چه توی قضیه سیستان و بلوچستان، چه توی قضیه کرمانشاه، چه توی قضیه خوزستان که اتفاق افتاد، بیشترین میزان اطلاع رسانی و توی مدرسان من داشتم. هر کسی توی جایگاه من بود میگفت که برای چی خودم رو داخل خطر بندازم؟ چرا بگیرم صحبت کنم راجع به خوزستان که 4 نفر متوجه بیان بشن و روی من زوم کنم؟ ولی من دیدگاهم اینه که من باید کنار مردم باشم.
اگر من از درد مردم نگم که دیگه یعنی چی؟ یعنی من فقط بگیرم دوره بفروشم؟ خب من نگاه هم اینجوری نیست. من نگاه هم اینه که اگر جای نیازه من باید در کنار مردم نازنین باشم و صدای مردم بشم. ببین اگر من 1,800,000 تا فالوور دارم، من به واسطه لطف خداوند و لطف این 1,800,000 نفر شدم محمد بصیری. اگر این 1,800,000 نفر نبودن کی محمد رو میشناخت؟ واقعا این خیانته که ما به واسطه همین مردم کسی بشیم، بعد یه جایی به خاطر منافع خودمون بگیم گور سر مردم کردم. من راجع به قطعی آب خوزستان صحبت نمی کنم، راجع به سیستان صحبت نمی کنم، راجع به این صحبت نمی کنم، راجع به اون صحبت نمی کنم. این ترسو بودنه. من توی زندگیم یاد گرفتم، پدر عزیزم یک دبیر فرهنگی بازنشسته است، همیشه توی زندگی اومده گفته که محمد شرافت رو فراموش نکن، محمد صداقت رو فراموش نکن. و این اصول زندگی منه. من جایی که نیازه باید با صداقت صحبت کنم، باید صدا ببرم بالا. و خدا رو شکر اقدامات خوبی انجام شد بعد از اینکه اومدیم اطلاع رسانی کردیم. بعضی از اقدامات شد باید یک سال دو سال ببره که مردم نازنین خوزستان نتایج رو ببینن، ولی اقدامات شروع شده و خدا رو شکر که صدای مردم رسید به گوش اونایی که باید میرسید. خب این نگاه محمد بصیریه. یعنی نگاه من اینه که من در کنار مردم باشم و کمکشون کنم. اتفاقا مردم 1% ها بی نظیرن. یعنی این لطفی که 1% ها، من همایش رازهای مخفی ثروتمندان، یه سری نفرات از خارج کشور اومده بودن، طرف از خرمشهر اومده بود، طرف از خوزستان اومده بود، طرف از غرب کشور اومده بود، از همه جای ایران این عزیزان، یه سری ها 1,000 کیلومتر اومده بودن فقط برای اینکه توی یک جلسه شرکت کنن. پس این مردم فوق‌العاده‌ان، این مردم نازنینن و باید قدر این مردم رو دونست و من قدرشون رو میدونم. خب خیلی سوال خوبیه، بذار اینو جواب بدم. آقا مهدی پرسیده، سوال پرسیدن که استاد خدا رو چجوری دیدی؟ به ما هم یاد بده ببینیم. ناکن میخوام بهتون بگم که خدا رو چجوری میشه ندید. یعنی این سوال سوال مهمتریه. این که من چجوری میتونم خدای به این بزرگی رو که این همه نعمت رو وارد زندگی من کرده نبینم. خب حالا این اولی مبحث. دومی مبحث، خدا رو چجوری بیشتر ببینیم. ببینید هر چقدر در زندگی، ببینید این از اون نکات تخصصیه، هر چقدر در زندگی شکرگزاری بیشتری انجام بدی به خاطر نعمت‌هایی که داری، بیشتر خدا رو در زندگیت میبینی. ببین هی از خدا تشکر کنی باعث میشه که نگاهت همش به خداوند باشه. یعنی در هر اتفاقی، در هر چیزی باعث میشه که فقط خدا رو ببینی. من داشتم روزهایی توی زندگیم که 2 ساعت تمام شروع کردم داخل دفترچم نوشتن نعمتهای زندگیم. خدای شکرت که پدر خوبی دارم، مادر خوبی دارم، خانواده خوبی دارم، دوستان خوبی دارم. شده یه زمانی رسیدم به این نقطه که خدا رو شکر که چشم دارم، گوش دارم، پوست دارم، قلب دارم، کلیه دارم. و در آخر رسیدم مثلا خدا رو شکر میکنم که مثلا دمپایی ابری داخل حمامم دارم. ببینید من از جز به جز چیزهایی که در زندگیم وجود داره من شاکرم، و چون شکر گذارم خداوند نعمات بیشتری و وارد زندگی میکنه. ببین یه نفر واسه یه کادویی میخره، خدا مهمترین کادویی که به ما داده زندگی ماست. یعنی تجربه زندگی این دنیا واقعا لذت بخشه.
ما میتونیم خیلی چیزا رو حس کنیم، مثلا بوی غذا رو روح که نمیتونه حس کنه، تجربه زندگی در این دنیا لذت بخشه. و یه نفر فرض میکنم که براتون کادو خریده، اگر تو به خاطر اون کادو هی تشکر کنی، طرف کادوی بیشتری رو وارد زندگیت میکنه. ببین مثال انسانی زدم، میدونم که نگاه خداوند خیلی فراتر از این قضیه است. مثال انسانی زدم که درک کنی قضیه رو. زمانی که دائما در طول زندگی شکرگزاری میکنی، چیزهای بیشتری وارد زندگیت میشه برای اینکه شکر کنی. و توجه داشته باش، ای فلسفه نماز یکی شکرگزاریه. اگر گفتن که نماز بخون برای اینه که شما در نماز تشکر میکنی از خداوند، و زمانی که شکر خداوند رو میکنی، خداوند بیشتر به زندگیت وارد میشه. خداوند به واسطه قوانینش با ما صحبت میکنه. امیدوارم که هممون قوانین خداوند بزرگ رو درک کنیم. خیلی میتونم راجع به خدا باهاتون صحبت کنم. یعنی من زمانی که خدا رو نداشتم، هیچ چیزی در زندگیم نداشتم. من زمانی که خدا رو نداشتم، تنها ترین موجود این عالم بودم. من زمانی که خدا رو نداشتم، آدمی بودم که نمیدونستم که فردام چه شکلیه. من زمانی که خدا رو نداشتم، ناامیدترین آدم این دنیا بودم. من زمانی که خدا رو نداشتم، هی میگفتم من بچه فرهنگی قراره تو زندگیم به کجا برسم. من زمانی که خدا رو نداشتم، هیچ چیزی توی زندگیم نداشتم. من زمانی که خدا رو نداشتم، احساس مردگی میکردم. من زمانی که خدا رو داخل زندگیم نداشتم، هر شب میخوابیدم میگفتم کی این زندگی میخواد تموم بشه. ولی زمانی که خداوند وارد زندگیم شد، این زندگیم بهش شد. زمانی که خداوند وارد زندگیم اومد شد، اصلا خوشحالم، شادم. امشب اومدم یه استوری تو سفر عاشقی اومدم گذاشتم، من واقعا دوست دارم این زندگیو، واقعا دوست دارم. و همون زمانی که توی رستوران کار میکردم، فهمیدم باید زندگی رو دوست داشته باشم. چون اگر عاشق این جهان بشم، اگر من عاشق خدا بشم، اگر من عاشق مردم بشم، روز به روز عشق بیشتری وارد زندگی میشه. من به جهان اینجوری نگاه میکنم، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. دیشب یه عزیز 99 درصدی به خانواده من داخل دایره توهین کرده بودن، به خانواده من فوش به شدت بد داده بودن. خودم اون دایره تو اومدم دیدم، اومدم پیام فرستادم، سلام دوست عزیزم، ممنونم از این که وقت گذاشتی به من دایرکت دادی، پیامتو به من منتقل کردی. درسته که تو اومدی به خانواده من فحش دادی، درسته که من دلم شکست، درسته که شاید من تو خلوت خودم بشینم گریه کنم بگم که چرا این همه 99 درصدی داریم، مگه خانواده من چیکار کردن. ولی من در ادامهش اومدم نوشتم دوست من، ولی من عاشقتم، ولی من دوستت دارم، ولی من دعا میکنم که تو به آگاهی تو زندگیت برسی، به نقطه برسی که دیگه به هیچ کس داخل زندگیت فحش ندی. مگه خیلی بعضی وقتا یعنی واقعا دارم میگم، واقعا دارم میگم، گاهی وقتا میگم اینستا رو جمع کنم، گاهی وقتا میگم که خب برای چی اینستا داشته باشی، برای چی، من که واقعا نیازی به پیج ندارم. یعنی یه زمانی میخوایم مردم رو کمک کنیم، میخوایم امید در مردم ایجاد کنیم، میخوایم قوانین رو بهشون بگیم که بابا تو هم میتونی ماشین خوب داشته باشی، تو هم میتونی لایو بری توی خونه نزدیک 500، واقعا تو هم میتونی. آدم با دل پاک میاد که هدایت کنه، راه نمایی کنه، با تو به خدا تو هم میتونی زندگی خوب داشته باشی. ولی متاسفانه 99 درصدی ها، متاسفانه من این سالها بیشتر درک کردم که چرا مثلا ما یه عید بزرگ پشت سر اومدیم گذاشتیم، چرا آقام علی خیلی شبها داخل چاه گریه میکرد،
واقعا چرا این گریه؟ آیا امام علی بزرگ گریهش از سر ضعفه یا گریهش از سر چیز دیگه ایه؟ خیلی وقتا من به حال این مردم گریه کردم، به حال این 99 درصدی ها گریه کردم. واقعا من واسه خودم اونقدر ناراحت نیستم، من بیشتر واسه این 99 درصدی ها ناراحتم. ناراحتم که چقدر در گمراهی گام بر میدارند، یعنی خیلی مسیر و اشتباه اومدن رفتن و هی از خدا میخوام، هی هر شب سر نمازم دعا میکنم که خداوند آگاه کنه، یعنی یه تلنگری توی زندگیشون بخوره، یه اتفاق کوچولی توی زندگیشون بیاد که اینا زندگیشون تغییر کنه، که یه چیزای جدیدی وارد زندگیشون بشه که با خدا آشتی کنن. ببین هیچ کس، خیلی هم میگه آیه بصیری تو چقدر خودخواهی، میگم کسی که خودخواهه اصلا بد نیست. خودخواهی یعنی من خودمو میخوام. معنی خودخواهی نیسته که من به بقیه آسیب میزنم. ببینید خدا هم از دیدگاه من خودخواهه، خدا هم خودخواهه، ولی توجه کنید خودخواهی معنیش نیست که من به بقیه آسیب بزنم. اگر ما عاشق خدا بشیم، باور کنید عاشق حتی اونایی میشیم که به ما حرف بد میزنن، عاشق اونی میشیم که به ما میدونیم که اون آدم نمیدونه و داره یه سری حرفای اشتباه رو به ما منتقل، حتی عاشق اونا هم میشیم. یه چیزی هم خیلی از حضرت یوسف واسهتون تعریف کنم. حضرت یوسف داخل زندون بود، همیشه با خدا صحبت میکرد، با خدا راز و نیاز میکرد. یه زمانی پادشاه اومد و از پادشاه خواست که زندانیشو کم کنه، یعنی مدت زندانیشو کم کنه، و ندا اومد به یوسف که مدت زندانی شما افزایش پیدا کرد. چرا؟ چون تو باید همه چیز زندگی تو از من بخوای. خیلی قشنگه. زندانیش افزایش پیدا کرد چون همه چیز زندگیشو از خدا نخواسته بود. پیامبر رو دارم میگم، حضرت یوسف، چون از اون پادشاه خواسته بود که زندانیشو کم کنه و زندانیش افزایش پیدا کرد. نکن این اون نگاهیه که به شما جهت میده. همه چیز زندگیتون رو از خدا بخواید. باور کنید زمانی که به خداوند وصل میشید، آرامشی وارد زندگیتون میشه، یک حال خوبی وارد زندگیتون میشه، یک احساس خوشبختی وارد زندگیتون میشه که واقعا وقتی به گذشتتون فکر میکنید میگید کی بودم و کی شدم؟ و زمانی که داری فکر میکنی دستتو به رو به سوی خداوند بزرگ دراز میکنی که خدای شکرت، خدای شکرت که زندگیم تغییر کرد. میخوام بهتون بگم خدا رو شکر میکنم، خدا رو شکر میکنم که این همه، ببین یک درصدی از دیدگاه من نفرات نیست، یک درصدی یه نوع تفکره، یه نوع دیدگاهه، یه نوع نگاه به زندگیه. یعنی یک درصدی ها خدا رو تو زندگیشون میبینن، یک درصدی ها صداقت و شرافت رو فراموش نمی کنن، یک درصدی ها به کسی آسیب نمی زنن، یک درصدی ها کسی رو قضاوت نمی کنن. نکن خیلی اینا نکات مهمیه. بعضی دوست دارن از محمد بصیری نکته فروش بگه. بابا اگر حالت خوب نباشه که اصلا فروشی در کار نیست. حالا تو هر چقدر نکات فروش رو یاد بگیری، تو هر چقدر میخوای یاد بگیر، حال خوبه که باعث خلاقیت میشه، حال خوبه که باعث فکر کردن میشه. چرا خیلی ها نمیتونن فکر کنن؟ چرا خیلی ها نمیتونن ایده پیدا کنن؟ چون حالشون خوب نیست. و زمانی که به خدا وصل بشیم حالمون خوب میشه، حالمون فوق‌العاده میشه. و من چقدر خوشحالم از این که این همه یک درصدی به خداوند وصل شدن و من مطمئنم نسل‌های بعدی ما با همدیگه ایران رو خواهند ساخت. مطمئنم یک کشور خیلی جذابتر، دوست داشتنی‌تر رو خواهیم داشت. خب یه نیم ساعتی با هاتون صحبت کردم. نیوشا ببینم، یه لحظه ببینم داشت.
دیده نمیشه آره بیدار نشده باشه. خب عشقید عشقید شما، ببینم که اینجا چه خبر است. اوه چقدر درخواست داریم. عزیزید عزیزید عزیزید، همه شما مردم واسم نازنینید، همه چی نازنین. با خدا بودن پادشاه عالم شدنه. آره با خدا همه کس میشیم و بی خدا هیچ کس میشیم. یه چیز با حالم بگم نکنید مثلا بشنو از نی چون حکایت میکند. این نی بعضی ها فکر میکنن منظور نیه، در واقعیت نی نیست، یعنی بشنو از اون کسی که نیست. تو کتابای دبیرستان اشتباه معنی کردن، بشنو از نی یعنی بشنو از اونی که نیست. یعنی چی؟ نا کنید محمد بصیری کیه؟ نا کنید همه چیز این جهان خداست. بشنو از نی یعنی بشنو از اون کسی که نیست. یعنی بسم الله الرحمن الرحیمی که من همیشه میگم، یعنی به نام خداوند بخشاینده مهربانی که فقط او هست و هیچ چیز دیگری به جز او نیست. هیچ قدرتی در این عالم به جز خداوند وجود نداره و این اون نگاهیه که بهت حال خوب میده. این اون نگاهیه که باعث میشه شما در زندگی رشد کنی و اتفاقهای خوب وارد زندگیت بشه. همین. خب امشب چقدر دارم صحبت میکنم. خب بذارم ببینم کامنت چه چیزی وجود داره. یه چند تا از کامنتاتون رو جواب بدم. کامنت کامنت همه دارن تشکر میکنن. چون دارم تشکر میکنم من دیگه چی بگم، همه ممنونم که به من لطف دارین. خوب شد تو لایو شما بودم، مرسی. خوشبخت باشید در کنار همسرتون، مرسی از همه شما مردم نازنینی. مثل این که امشب جلسه رو خیلی دوست داشتید، امشب سوال کمتری، من تنهاتون نمیذارم، کنار هم دیگه هستیم. زیبای جذاب، دمت گرم، مخلصیم. اصلا کتاب فرد از منو چجوری تهیه کنیم ببینید. چاپ هفتمش توی حدود 2-3 ساعت فروش رفت، چاپ هشتمش فکر میکنم 1 هفته دیگه بوده، 10 روز دیگه آماده میشه. هر وقت چاپ هشتمش آماده شد عقب اطلاع رسانی میکنم که عزیزان دل کتاب فراتر از منو بخرن. راجع به کتابم یه چیزی بگم، کتابی که فروش میره ما یه کادویی رو همراهش میفرستیم، خود کتاب هزینه یه چاپی داره و بقیه هر چی که درآمد روی کتاب فروشی داریم و به کار خیر اختصاص میدم. یعنی روی کتاب فروشی من حتی 1000 تومان برداشت نمیکنم. خب مرسی از شما مردم نازنینی که همراهم بودید. امشب خیلی حال کردم که باهاتون صحبت کردم. ببخشید که دیگه بیشتر از این، چون ساعت 1:30 شب شد دیگه بریم کم کم به خانواده رسیدگی کنیم. نیوشا احتمالاً کم کم بیدار شده. نیوشا نگه که من تا 1:30 شب با مردم دارم صحبت میکنم. همتون عشقی، دوستتون دارم و خیلی خوشحال شدم از اینکه امشب براتون لایو برگزار کردم. لطفاً لایو امشبو سیو میکنم. لطفاً این لایو برای هر چی 1% توی جهانه و 99% ارسال کنید. شاید یه تعداد از 99% به واسطه یه لایو امشب سیر زندگیشون عوض شد و اون 99% یا 1% شدن. فکر می‌کنم مهمترین رسالت زندگی محمد بصیری اینه که 99% رو تبدیل کنه به 1%. خیلی خوشحال شدم که با شما گفتگو کردم. تا سلامی دیگه، همه شما مردم نازنین رو به خداوند منان می‌سپارم. روز و روزگارتون بهشت. خب الهی شکرت.